شبی پر سر و صدا در مونترال، معترضان قابلمه در دست به خیابان‌ها ریختند. ضربات با هماهنگی بر قابلمه‌ها نواخته می‌شود. صدای برخاست از این کنسرت، صدای اعتراض است. اعتراض به دولت کبک. نیروهای امنیتی نیز بران بودند تا تنش‌ها را فرو بنشانند. دستگیری ده‌ها تن از معترضان و جریمه سنگین، زد و خورد و درگیری‌های بین پلیس و تظاهرکنندگان طی نزدیک به 100 روز عنوان خبری روزنامه‌های کبک را تشکیل داده بود. حالا هوا به گونه یادآور بهار عرب است، اما دشوار بتوان گفت فرجام این اعتراضات چه خواهد بود. همه چیز از نوامبر سال 2011 آغاز شد، زمانی که دولت کبک تصمیم به افزایش 75% شهریه دانشگاه‌ها را گرفت. به این ترتیب دانشجویان باید سالانه $3000 به عنوان شهریه به دانشگاه پرداخت کنند، در حالی که همکنون شهریه دانشگاه‌ها $1800 است. در واکنش به این تصمیم، دانشجویان در ماه فوریه دست به اعتصاب زدند و از آن زمان جنبش اعتراضی ادامه دارد تا دولت را وادار به عقب نشینی کند. تصمیم گیری 18 می آتش خشم معترضان را شعله برتر ساخت. پارلمان کبک برای مهار خشم معترضان و بازگرداندن آرامش قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن برگزار کنندگان تجمعاتی با بیش از 50 نفر باید برنامه مکان، زمان و مسیر خود را اعلام کنند. در غیر این صورت با مجازات سنگینی روبرو خواهند شد. با این قانون جنبش اعتراضی شدت بیشتری پیدا کرد و آشکارا نخست وزیر و این قانون را مورد حمله قرار داد. اگر نیمی از مردم با افزایش شهریه‌های دانشگاه موافق باشند، بیشتر آنها مخالف این قانون بحث برانگیزند و نسبت به آن انتقاد دارند. همیشه با آرامش پیش می‌ریم و حالا دیگه به ته خط رسیدیم. راه دیگه‌ای باقی نمونده. نظام نئولیبرالی در ایالتی با پیشینه چپ نسبت به سایر ایالت‌های کانادا توسط نخست وزیر اداره می‌شود که از 9 سال گذشته تا کنون بر سر کار است. نگرانی مردم کبک از همه‌گیر شدن نظامی است که خواستگاه آن ایالات متحده آمریکا است. بشنویم سخنان گوینده معروف رادیو و تلویزیون کانادا را. ویژگی اصلی ما خواست و تمایلمان در دستیابی به جامعه است مبتنی بر برابری بین ثروتمند و فقیر و برخورداری از خدمات سلامت و بهداشت که جهانی است. معترضان یا دولت، کدام یک عقب نشینی خواهند کرد؟ هنوز هیچ چیز مشخص نیست و باید منتظر ماند و دید. Take the road and take the streets.